I think I need a haircut. Also, I need to do my eyebrows and dye my eyebrows lighter. What do you reckon? سلام به دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. این درس به درخواست هیوای عزیز و نازنین عزیز بوده که برای هکات و مکالمه در آرشگاه هستش، که حالا یک قسمتی از مکالمه که چیزی که شما بیشتر درخواست میکنید و همچنین جواب آرشگاه رو بهتون میدم، هم برای زنونه هم برای مردونه. پس تا آخر نگاه کنید، چون یک سری هاش هم مشترک هستش. اوکی، خب از اینجا شروع میکنیم. وقتی که میرید و میخواید بگید که یه کوتاهی دارم فقط، just a haircut please، just a haircut please. اوکی، پس just a haircut please و آرایشگر هستید، میگید how much you want cut. اوکی، حالا به جای اینکه بگید how much you want cut میتونید بگید how much you want removed. اوکی، پس به جای cut میتونید removed هم بیارید. اوکی، پس تا اینجا گفتیم که وقتی که داخل مغازه میشید، اول بعد از اینکه greeting، سلام علیک میکنی، hi how are you، و اگه حالا بس یک دلت طرف رو میشناسی یا نه، خب اینا رو که قبلا مکالمه های سلام علیک رو یاد دادم، اگر نه برید مراجعه کنید به قبل، و درخواستتون رو میخواید بگید که اصلا چیکار دارید. just a haircut please، just a haircut please. و آرشگر باشه how much do you want cut. okay، how much you want cut یا how much you want removed. حالا میخواد بگید که چقدر، یعنی چی این صحبت، یعنی چقدر میخواید که کات بشه از موهاتو. حالا ممکنه باشه شما نشون میدید چقدر، اوکی، یا اینکه اگر دقیقش رو میدونید 2 inches 2 inches 3 inches 4 inches، یا میتونید بگید could you please cut off my split ends، could you please cut off my split ends، could you please cut off my split ends. خب اگر نمیدونید split ends چی هستش، میدونید که سر مو بعضی وقتا دو شاخه میشه و به این میگن split ends، split ends. okay، پس could you please just cut off my split ends. okay، could you cut off my split ends please. okay، only my split ends. okay، just 2 inches please. okay، پس همه اینا رو میتونید بگید. اوکی، اگر که آرایشگر هستید و کسی ازتون میخواد که split endsش رو فقط کات کنید، میدونید که این یعنی موهایی که سرش دو شاخه میشه. اوکی، خب I'd like a fringe. I'd like a fringe. fringe چی هستش؟ fringe موی که تا اینجا چتری هستش. اوکی، پس تا اینجا یه حالت کوتاهی موی جلو که میشه چتری. اوکی، حالا اگر میخواید چیز هرستایل خاصی توی نظرتون هست، اونا رو فقط میتونید توی اون ژورنالی که آرشگاه نشونتون میده انتخاب کنید، نشون بدید و بگید که من اینو میخوام. اوکی، do you think that would work for me. اوکی، میتونید بگید سراغ بگید do you think that would work for me، فقط میتونید اشاره کنید بهش. اوکی، پس نگران اون نباشید. حالا اگر تصور که اونم هرستایل های مختلف رو بهتون، چند تایش که خیلی رایجه و اغلب اسمش رو میدونن و میگن، اونا رو براتون بعد از این تابلو یه چند تایی می نویسم، ولی به جز اون همه خود انگلیسی ها یا حالا آمریکایی ها هم اسم همه یه استایل ها رو نمیدونن. اوکی، پس شما میتونید فقط نشونشون بدین. اوکی، چون زیاده، ولی رایجا رو بهتون میگم. خب I want to dye my hair. اینجا من برای خنده نشم یلو. میتونی بگی I want to dye my hair. I want to dye my hair. حواستون باشه که dye اینطور نوشته میشه با y، و اگر با i باشه معنی مردن میده و اون کلا فرق میکنه. پس dye my hair. I want to dye my hair. I want to dye my hair. یعنی میخوام موهامو رنگ کنم. و میتونید بعد از hair بچسبونید که دقیقاً چه رنگی میخواد. I want to dye my hair yellow. خب من اینو اول قبل از اینکه بقیهش رو بگم بهتون بگم که اگر که آرایشگر هستید، باید بگید که وقتی که مشتری رو میبینید و میخواید بپرسید که چیکار میتونم برات انجام بدم، باید بگید که what can I do for you. okay، how can I help، what can I do for you.
پس این چیزی هستش که اگر شما رشته هستید بگید. Okay, what can I do for you? I want to dye my hair yellow. این حالا من برای خلیج کسی نمیگه yellow. ممکنه بگه که I want to go blonder. Okay, اگه میخوایی خیلی موهاتون رو روشن تر کنی میگه I want to go blonder. ولی در حالت عادی میگه I want to dye my hair blue. I want to go brunette, okay? اگر که حواستون نیست نمیدونید brunette یعنی چی یعنی قهوه‌ای یا میگم brunette, okay? برای رنگ مو میگم brunette, okay? پس I want to dye my hair yellow. I want to dye my hair pink. I want to dye my hair نمیدونم هر رنگی که میخوای بکنی. I'd like a fringe که گفتم یعنی چتری. خب could you please help me? گفتم برای کسایی که آرشگاه هستن. به جز این که بگید how much you want cut یا how much you want removed میتونید also بگید how much you want taken off the top. Okay. پس نشونتون میده اینجا رو گفتی 2 inches. ولی حالا این برای آقایون هم هست, حواستون رو جمع کنید, هم برای خانم و هم برای آقایون. روی موهاتو این دیگه کاری به لنت مو نداره که مثلا اندازه بلندی مو باشه, تاپو داره میگه که چیکارش کنم. اوکی, how much do you want taken off the top? Top یعنی این بالا, top میشه رو. پس how much do you want taken off the top که میشه برای چه آرشگر هستید بعد اینو بگید. اوکی, دوباره بریم سراغ برای آقایان. do you want a fade? آرشگر هستید میگید you want a fade. fade چی هستش؟ اون که از اینجای کمی با خیلی کمتر هست, کم رنگ هست ولی بعد میره بالا بزرگتر میشه, یعنی اینجاش خیلی رنگش نگاه کنی یه ذره مثلا حالت کم موه ولی بعد پر میشه به این میگن fade. اوکی, پس میگه که do you want a fade? do you want a fade? یعنی که اینو برای اگر آرشگاه هستید, یعنی که خب میتونی بگه I want a fade. و اگر پس گفتم مشتری هستید یا مشتری هستید یا خود آرشگاه, میتونید اینطوری سوال کنید What grade would you like on the sides? What grade would you like on the sides? خب شما میدونید که اون تریمرهای مردونه که باهاش میزنن اونا اندازه گرید 1, 2, 3, 4, 5 احتمالاً داره. خب و موقعی که میخوای ازتون بپرسه که گرید چند یعنی در واقع چقدر کوتاه کنم, گرید رو ازتون میپرسه باید بدونید. خب پس میشه what grade would you like on the sides. وقتی که میگیم on the sides یعنی کناره های موت, پس اینجا top, sides, back. okay, it looks similar to the way it looked before. یعنی یه جورایی همونطوریه که قبلا بود. این از اون مشتریای ناقلایی هستش که کامپلین میکنن and like a kind of woman who would like to would ask to speak to the manager if the Big Mac she ordered doesn't have enough lettuce in it. Do you know what I mean? Okay? So the kind of people who always complain about different things, about everything, okay? خب پس اگه از اون سب آدم ها هستید میگه چی؟ میگه it looked similar to the way it looked before. فرق نکرده, همونطوری بود که قبلا بود. اوکی؟ پس اینو میگی. پس حالا اگر آرشگرید کسی اینطور باتون برخورد کرد باید چی بگید که همچین تریکتون نکنن؟ خب میگه که you didn't want much done. you didn't want much done. اینجا نوشتم you didn't want much done. تو خیلی نمیخواستی حالا برات کوتاه بکنم, خیلی کاری نداشتی, خودت نمیخواستی. اوکی, you didn't want much done. چون اگر آرشگاه مخصوصا خانوما هستید, داری کار کنی آرشگاه هستید, معمولا این اگر که مخصوصا مهاجر هستید یعنی ایرانی هستید دیگه مهاجر که ایرانی هستید, انگلیسی نیستید در واقع, میان اذیت میکنن, بیچارتون میکنن, پولم کلی ازتون میگیرن و میرن و کارتونم درشو تخته میکنن. پس باید بدونید دقیقا با مشتری چجوری اگر میخواید کار کنید بدونید باید چجوری برخورد کنید, چون انگلیسی ها انتظاراتشون بالاه و بلدن که اگر که راضی نبودن یا مشکلی برای مو چیز آسیب
پذیریه. اگر که مشکلی برای موشون پیش بیاد میتونن خیلی راحت از شما برن و شکایت بکنن. So bear that in mind, okay? I just trimmed it for you. اوکی ببخش من اینجوری ام جا بودم، دوتا ام باید داشته باشه. خب. I just trimmed it for you. من فقط یه ذره تریمش کردم. تریم یعنی چی؟ مثل همون تریمه. یه کمی سراش رو فقط تریم کردم، زدم. اوکی؟ okay? I just trimmed it for you. خب. حالا. برگردیم به ابتدای کار. گفته بودیم که میتونی به یه هرکات میخوام. خب؟ Just a haircut, please. یا میتونید just wash and dry. و میتونید اینو درخواست کنید. حالا ممکنه میخواید جایی برید یا میخواید موتون حتما خوب باشه. Gel. همون ژل ایرانی میشه gel. باید بگید gel. و wax یک کمی different هستش. یک کمی روغنی تر هستش. و bonnet میشه مو. حواستون باشه که توی زبان بریتیش خیلی چیزها هستن که یک سبک دیگه ای، کلمه دیگه ای دارن که فقط مختص بریتیش انگلیش هستش. پس بانت میشه یا بانت میشه مو. اوکی؟ خب پس امیدوارم که اینجا حرفه که باید جوابشو میگرفتیم گرفتیم، چیزایی که به ذهنم اومد تو بهتون گفتم. حالا ممکنه در آخر فقط بگید که چقدر هم به شما باید بدم، باید بگید How much do I owe you. چقدر به شما بدهم، چقدر باید به شما بدم. اوکی؟ این یک طرز. وقتی میگید How much do I owe you یعنی یه سبکی یه کمی با ادب‌تر هست وقتی که بخوای بگی که چقدر باید پرداخت کنم تا اینکه بگی همون چیزه. خب بریم سراغ یه چند تا هرستایل که میخواستم بهتون بگم. اگر که میخواید من چند دقیقه برم کنار که شما این هرچی ننوشید رو بنویسید. چند تا از چیزایی که من با آثار هنریم هم همراهش کردم. باب یک هرستایلی هستش که تا اینجاست. اوکی؟ پس تا اینجاست. اوکی؟ این شکلی باب بان که منم خیلی وقتا میذارم گرد میذاریم این بالا بان. اوکی؟ فرنچ پلیت اینو یک مدل فرانسویه که میذارم عکسش رو ببینید. اوکی؟ چون نمیشد کشیدش. پونیتیل میتونی بگی Eliza always does her hair in a ponytail. اوکی؟ مثلا من خیلی این کار رو برای اینکه میکنم برای همه میگم. پونیتیل یعنی مثل پونی، دوم پونی بستن. اوکی؟ پونی اون اسبای کوچیک رو میگن پونی. خب؟ curl. خب curl یعنی فر. curl. میخوام موامو فر بکنم. اوکی؟ curly فر، موی فر. اوکی؟ curly hair. خب plait. به تلفظ این دقت کنید که به خاطر این آی گول نخورید. plait یعنی بافت، موی بافته شده رو میگن plait. اوکی؟ plait. امیدوارم که از این درس خوشتون اومده باشه و استفاده که بعد می‌بردین رو برده باشین و تا درس بعدی ازتون خدافظی میکنم. اگر سوالی دارید توی قسمت کامنت بپرسید و جواب میدم. تا روز بعدی، خدا نگهدار.